سلام بچه ها، اسم من ساینا هستش. قراره که امروز در مورد ساز سنتور باهاتون صحبت بکنم. همونطور که دارین میبینین دو سه تا سنتور دور و بر من هستش که تفاوتای کوچولویی با هم دارن، ولی قبل از اینکه تفاوتاشون رو بخوام براتون توضیح بدم، میخوام یه کوچولو در مورد تاریخچه سنتور باهاتون صحبت بکنم. سنتور یکی از قدیمی ترین و کهن ترین سازهای ایرانی هستش. قدمتش برمیگرده به بیش از 2000 سال پیش و پیانوی امروزی که شماها میشناسین و میبینین، جالبه بدونین که در حقیقت از ساختار سنتور گرفته شده و از روی سنتور پیانو رو هم ساختن در همون سالهای گذشته. و سنتور از ایران به کشورهای مختلفی رفته که از طریق جاده ابریشم یا همون سیلک رود بوده. حالا چرا؟ به خاطر اینکه جاده ابریشم چین خیلی مرغوب بوده و معروف بوده و از چین از این مسیر به کشورهای مختلف سفر می‌کرده و در حقیقت این جاده یک جاده تجارتی محسوب می‌شده و از همین طریق از چین که به کشورهای دیگه می رفته، ساز سنتور هم که از ایران بوده از همون مسیر به این کشورهای جاده ابریشم مثل هندوستان، ویتنام، نمیدونم خود چین و و کشورهای خیلی مختلف، حتی به اروپا هم کشیده شد مثل اوکراین، اسپانیا و خیلی کشورهای دیگه که حالا ممکنه ساره جون هم بتونه اینا رو خیلی دیتیل تر براتون توضیح بده. من نمیخوام خیلی اذیتتون بکنم. سنتوری که دارین میبینین 72 تا سیم داره که هر، اگر که دقت بکنین، نمیدونم کدومو بهتون نشون بدم، مثلا این همونجور که دارین میبینین دو تا ردیف خرک هستش که هر کدوم از این خرک ها از روشون 4 تا سیم رد میشه. بنابراین هر یه نوت ما با 4 تا سیم صداش در میاد و هر کدوم نوت های مختلف داره. این سنتور یه مقدار سایزش کوچیکتر هست نسبت به این. حالا چرا؟ به دلیل اینکه هر چی سایز سنتور، یعنی شکلش کوچیک‌تر باشه، صدای زیرتری میده، یعنی صدای بالاتر، صدای یکمی زنگدارتر میده و هرچی بدنش یه ذره بزرگتر باشه صداش بمتر میشه، ابعادش وقتی بزرگتر میشه صداش بمتر میشه. همونجور که میبینی شکلش شبیه زوزنقه هست و هر کدوم از اینا گفتم 72 تا سیم داره، روی هر خرک 4 تا سیم رد میشه. و توی این سنتورا، سنتورای در حقیقت اصلی هستن و قدیمی هستن. البته در قدیم سنتورای اینا 9 خرکه هست، در قدیم سنتور 10 خرک، 11 خرک هم حتی وجود داشته که با گذشت زمان یه ذره از اونها کمتر استفاده شده و دیگه سنتور 9 خرک شد سنتور ثابت ایران. گوشیایی که این سمت راستشون هست اینا مال کوک کردن هستش، یعنی هر کدوم از این سیما به یکی از این گوشی ها وصل شده که با پیچوندن این گوشی ها به توسط یه چکش مخصوص داره اونا رو کوک میکنیم و نوتی که در حقیقت میخوایم رو ازش در میاریم. توی این سنتورای معمولی و قدیمی فقط از همین طریق میشده کوک رو عوض کرد یا از طریق جابجایی خرک و کوکشون ثابت میمونده. من یه سنتور نسبتاً جدیدتر هم دارم که حدوداً 6-7 سالشه که این سنتور خیلی هم سنگینه نسبت به سنتورای معمولی
یه سری کلیدای اضافه داره روی خود صفحه سنتور. دقت بکنین این سنتورا این کلیدای اضافه رو ندارن. با توسط این کلیدها ما میتونیم کوک ساز رو در آن واحد عوض بکنیم. حالا اینا چه کار میکنن؟ در حقیقت طول سیم رو کوتاه یا بلند میکنن با جا به جایه. که توی سنتورهای معمولی در حقیقت اون طول سیم ثابت هست، ولی با کشیده شدن این گوشی ها شما سیم رو سفت‌تر میکنین یا شل‌تر میکنین، یعنی کشیده میشه سیم در حقیقت. ولی توی این سنتور با تکون دادن این در حقیقت گوشی ها شما طول اون سیم رو کم یا زیاد میکنین، بنابراین صدای هر نوتی میتونه تغییر بکنه. که میگم این یه ساز 6-7 ساله هستش و در کانادا هم ساخته شده. از نوازندگان و اساتید خیلی قدیمی سنتور اگه بخوام براتون نام ببرم، خیلی زیادن، خیلی خیلی زیادن، ولی من یه چند تاشون رو براتون اسم میبرم. آقای حسین صبا، آقای ابوالحسن صبا بودن. یه کمی نزدیکتر بشیم به چند دهه اخیر، آقای پایور بودن، آقای صارمی بودن، آقای مشکاتیان بودن. از خانم ها خانم عطرایی بودن، خانم اصلانی بودن، و باز جدیدتر آقای اردوان کامکار، پشنگ کامکار، و همینجوری ادامه خیلی چون زیاد هستن من همین چند تا رو براتون اسم بردم که بدونی. ساز سنتور با این چوبای کوچولو که بهش میگیم مزراب یا ملت، اینا هم جنسشون از چوب هستش، چوب شمشاد هست. خود سنتور میتونه از چوب گردو تهیه بشه یا از چوب توت، مرغوب ترینش گردو هست. ولی خود مزراب با اینکه چوبه، اگر از چوب گردو یا توت باشه به سرعت میشکنه. به خاطر همین اومدن از درخت شمشاد استفاده کردن و از چوب شمشاد که یه ذره منعطف‌تره و دیرتر میشکنه، ولی به هر حال باز شکننده هست ولی دیرتر. سر مزرابامون هم همیشه یه پارچه کوچولو، حالا یا نمد یا یه پارچه یه ذره کلفتر میذاریم برای اینکه اون صدای زنگ و جیغ ساز رو بگیره، یه ذره نرمتر و گرمتر میکنه صدای ساز رو. حالا من یه کوچولو براتون چند تا نوت میزنم که با صدای در حقیقت سنتور یه ذره بیشتر آشنا بشین. توی سنتور یه سری سیمای زرد رنگ داریم که اونا سیمهای بم هستن، صدای کلوفتر و بمتری دارن، و سمت چپش سیمهای سفید هستن که صدای زیرتر و بالاتر رو دارن. سه تا رجیستر هم داریم که بم، میانه و زیر هستش، مثل سه تا رجیستر مختلف هستش. حالا یه کوچولو براتون میزنم. خیلی نمیخوام دیگه صحبت کنم، یه قطعه براتون میزنم، امیدوارم که دوست داشته باشین و همیشه موفق و خوشحال باشین. مرسی.